یکی از ماجراهایی که خیلی تو کنکور 1402 بچه های انسانی رو بالخصوص اذیت کرد این سوال بود. سوال داره میگه تو کدوم گزینه فعل من ممکنه که وقوعش تو دو تا زمان فی زمانه اینه باشه؟ یعنی چی؟ مگه اصلا میشه یه فعل تو دو تا زمان اتفاق بیفته؟ فقط تو یه شرایط میشه، اونم زمانی که من اسلوب شرط داشته باشم. اسلوب شرط یه درسیه که هم تو ترجمه هم تو قواعد میتونه به راحتی بچه‌ها رو اذیت کنه، اما هیچی نداره. من امروز میخوام هم بهت اسلوب شرط رو درس بدم، هم میخوام تست کنکور 1402 شو برات حل کنم که اصلا همه باگات برطرف شه. قبوله؟ پس نکته اول، کانال یوتیوب کلاسینو رو سابسکرایب کن. نکته دوم، با من بیا جلو. خوب به من دقت کن. ما به طور کلی اسلوب شرط رو به دو شکل میبینیم. بیا با من. ادات شرط فعل، ادات شرط فعل ف. نیا کن. ادات شرط فعل، ادات شرط فعل ف. تفاوت تو کجاست؟ زمانی که تو قاعده ادات شرط فعل میرم جلو، من یه فعل شرط دارم، یه فعل جواب شرط. اما تو زمانی که ادات شرط فعل فهمیرم، فعل شرط دارم، دیگه فعل جواب شرط ندارم، جمله جواب شرط دارم. آهان، پس نکته مهم اینه که گاهی اوقات ممکنه جواب شرط تو به صورت فعل بیاد، اما گاهی اوقات ممکنه به صورت جمله بیاد. پس تو حواست باید به این باشه. حالا آقا ساختار رو نگاه کن. ادات شرط فعل، ادات شرط فعل ف. بسم الله. کنکور 1402. نمیدونم ادات شرط چی هست. این، من، ما، اینما و ازا. تو بین این پنج تا تو باید حواست به من و ما باشه. چرا؟ چون من انواع این و انواع ازا و انواع اینما که ندارم، اما من انواع من و ما دارم. صورت سوالو که نگاه میکنم، تمام گزینه های من قربونش برم با من شروع شده، اما قطعا فقط یک کدوم از ایناست که میتونه من شرط باشه. حالا نگاه کن، یا باید بشینه تو اسلوب ادات شرط فعل، یا باید بشینه تو اسلوب ادات شرط فعل ف. نگاه میکنم، الحمدلله تو هیچ گزینه ای من ادات شرط فعل ف ندارم، پس ماجرا رو ادات شرط فعل. گزینه ها رو نگاه کن. مثلا گزینه 4، من استبد فی حیاته الا الذی لا یرا. من یصبح فی البحر ولم یتعلم یغرق. من یعینک علی رفع ویبین فرا. اصلا گزینه 2 من خدا رو شکر من داره، فعل داره، نفع داره، نفع کنسل. گزینه 1 هم نگاه میکن، من تخرج من الجامعه دون فلان خسر. خب حالا اینجا چی مهمه؟ آقا مگه نگفته که تو کدوم گزینه فعل من دو تا زمان ترجمه میشه؟ تو دو تا زمان اتفاق میفته. این فقط تو یه حالته، اونم زمانی که فعل شرطت و جواب شرط تو قطعا ماضی باشه. آها، پس ندید گزینه 3 منم کنسله. حالا قشنگ ماجرا کجاست؟ خوب تو رو خدا به من دقت کن. من یه چیزی دارم به نام اسم موصول. آهان، الذی، التی، اللذانه، اللذینه، اللاتی، اللذینه. آها، اینا همه اسم موصولن. خوب دقت کن. به اون جمله‌ای که بعد از اسم موصول میاد میگن جمله صله. یعنی چی؟ یعنی فعل لایرای من اجازه این که جواب شرط باشه برای فعل استبد رو نداره. چرا نداره؟ چون جمله صله است. پس اینم کنسل، جوابش گزینه 1 بدون ترجمه و فقط با قواعد. خب چیزی بهت بگم، کسی از پس عربی کنکور برمیاد، چه سوالای ترجمه، چه سوال تحلیل صرفی، چه سوالای ضبط و چه قواعد، که قواعد محور بلد بشه. هیچیشو ترجمه نکردم، فقط با دو تا قاعده، 1 ادات شرط فعل، 2 جمله صله. همین. قشنگتر از این میخوای؟ حالا من میخوام برات اسلوب شرط رو تدریس کنم. همین الان ادامه ویدیو تدریس من رو میتونی تو کانال کلاسینو تو یوتیوب مشاهده کنی. کلاسینو، اولین و بزرگترین آموزشگاه آنلاین کنکور.